خب خانم حاقیان دنبال یه برنامه رو مشاهده میکنید تا لحظات دیگه پرویز عزیز خواننده خوبمون مهمون برنامه ماست به خاطر سی دی ریلیس پارتی که همین هفته خواهد داشت با او خواهیم بود. جانم تلویزیون را بفرمایید. الو سلام. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ الو بفرمایید بفرمایید، صدای شما رو میشنوم. سلام آقای شفیع، قربان شما، خوبین؟ ممنون، مرسی جانم. میخواستم از برنامه قشنگتون تشکر کنم. مرسی عزیزم، خیلی الو. محبت دارین، خیلی ممنون آقای شفیع. جونم من برنامه شما رو خیلی دوست دارم. شما لطف دارید، از کجا زنگ میزنید؟ از مشهد تماس میگیرم. ماشاءالله، شما خانومه؟ حالا نمیخواد اسمتون رو بگین، مسئله نیست، اگه دوست دارین نگید. خیلی ممنون ازتون که تلفن کردید، دست شما درد نکنه. شفیع جونم، من میخواستم پشت خط با شما صحبت کنم، میتونم بعد از برنامه‌تون صحبت کنم؟ بله، بعد از برنامه با همین شماره میتونید تماس بگیرید. خیلی هم ممنون. گوشی رو برمیدارین کیاره؟ بله بله، اگر من برندارم همکارای من برمیدارن وصل میکنن به دفتر من. چون کار واجبی با شما دارم. ما خواهش میکنم اگه کاری از دست من بر بیاد با کمال میل. از مشهد تلفن فرمودین؟ بله. قربان شما، خیلی هم لطف کردین. خدافظ. قربون شما، خدافظ. جانم تلویزیون رو بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ الو الو، حال شما خوبین؟ قربون شما، جون دلم. بفرمایید. رویرم. بله رویرین. حال شما خوبه ای صفیر؟ قربون شما، مرسی جون دلم. شما خوبین؟ من خوب هستم خدا رو شکر. زنگ زدم شخصی هم احوالتون رو میگم، خیلی دوستتون دارم. قربونت برم من. واقعا یه چهره دوست داشتنی هستیم برام ایرانی ها. قربونتون برم من، زنده باشی انشالله. واقعا از صمیم قلب میگم، من هم دوستام هم خانوادم همگی یه عشق واقعی واقعا نسبت به شما، هم تلویزیونتون هم خود شما. فدای شما بشم، خیلی لطفه. خواهش میکنم، فقط میخواستم همینو بگم، واقعا دوستتون داریم، محبت داریم. از کجا زنگ میزنیم؟ من از بندر عباس. از بندر عباس، زنده باشی. من دوباره از نزدیک دیدتون آقای شفیع، نمیدونم حالا من یاد بیارین یا نه. خب دورتون خیلی شلوغ بود. خواهش میکنم، خیلی ممنونم، خیلی دوستتون دارم. قربونت برم عزیز من، خیلی ممنون. دوست بندر عباسی من، قربونت برم. مزاحمتون نباشم، زنده باشی انشالله. قربونتون برم من. محبت دارن دوستان. خدمتتون عرض کنم که امروز مهمان عزیز برنامه‌مون پرویز، این خواننده خوبمون هست که این اواخر آلبوم خوشگلش به بازار اومد. آهنگای قشنگش همیشه تو برنامه‌ها می‌بینید. پرویز جان خیلی خوش اومدی. سلام هستم. سلام میگم. قربونت برم. خوش اومدی. همیشه لطف داری. زنده باشی عزیزم. زنده باشی. از همینجا می‌خوام سلام کنم خدمت تمام بیننده‌های عزیزتون تو هر جای دنیا که هستن. برنامه شما ما رو می‌بینن. به به، زنده باشید. آقا مسابقه آرژانتین آلمان دیدی یا نه؟ عجب فوتبالی بود. عجب مسابقه بود. چی فکر می‌کنی تو طرفدار کدوم تیم هستی؟ من فکر می‌کردم آلمان 3-1 می‌زنه. 3-1 می‌زنه. 3-1 می‌زنه. پس تو آلمانی هستی. بابا دیگه. خودم بچه اروپایی دیگه، از اونجا اومدی. آره دیگه. من خودم اینجوری حس کردم، ولی آرژانتینیا واقعا خیلی قویه. آرژانتینا من فکر نمی‌کردم. آره یک دوتاشون خیلی اصرار تأسف کردن، دلشون سوخته بود. گفتن چرا آرژانتین اینجوری باخته. حالا تو 3-1 که میگی، اون باخت مطلق و برد مطلقه، یعنی 3 تا قدرت بلا منازع زمین مثلا آرمان یا آرژانتینه و یکیشون برنده میشه، ولی اینجوری تو پایا پای پنالتی و وقت اضافی درسته. و به زور 1-1 و اینه که، ولی مسابقه دیدنی بود. ولی میدونی من چه جوری فکر میکنم همین جان، این مسئله آلمان و آرژانتینو، چون آلمانی ها من اونجا باشون زندگی کردم، درست فوتبالاشونو که شما نگاه میکنی، تازه بعد اواسط 45 دقیقه دوم شروع میکنن دویدن، تازه جون میگیرن. یعنی واقعا مثل این توفوریای دیزل رو دیدی مال قدیما تو جاده شمال میرفتن میومدن، خدا شایده مثل اونا تازه راه میافتن. من اینجوری میبینم تیم آلمان، یعنی نیمه دوم سرحالترن. تموم شده. درست تموم مثل درست برعکس تیم ما که ما معمولا تو نیمه دوم یکم همچین قدرت بدنیمون متاسفانه تحلیل میره و نمیتونیم کاری بکنیم، ولی بر تقدیر فوتبال حرفه‌ایه و بله. بعضیا گریان میرن بیرون، بعضیا هم خندان دیگه. دیگه باخت باید قبول کرد. دیگه امروز آرژانتینیا تفکر آقا دیدی آخرش بزن شد؟ اونجا متوجه نشدم دقیقاً چی شد، ولی یکی از اون عقب اومد یه مش ول داد اینا. ولی فوتبال حرفه‌ای خیلی حرفه. اگه بخواد اینجوری بشه. برجت میگم پیش میاد دیگه. آقا از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. آهنگای پرویز خوشتر است. اولا پرویز این هفته داره میره
به کلاب آتش، درسته؟ درسته، کلاب آتش دارم. داستان سیدی ریلیس پارتیه دیگه، نه؟ آره دیگه، دوستان لطف کردن و گفتن که باید حتما بشه یه همچین داستانی، ما هم با کمال میل قبول کردیم. برنامه چیه اونجا؟ اونجا برنامه به حساب ارکستر اختصاصی اونجا هستن. من اونجا نه، من اونجا به حساب مهمان هستی؟ بله مهمان هستم، ولی 3-4 تا ترانه‌امو میخونم اونجا و بعدش هم خود کلاب شروع میکنه رو همون با دیجی بهشید و دیجی بابیکی اونجا هستش. کارش رو ادامه میده. از ساعت شنبه همین فردا شب میشه. ساعت 10 شب شروع میشه و ساعت 3 صبح هم تموم میشه. بسیار عالی. دیجی پس دیجی بهشید هست و دیجی بابیکی هست. بله. و خواننده‌ش هم پرویز هست و آهنگایی که برای شما پخش میکنیم. بله. اجازه بدید بریم یکی از آهنگای خوشگله پرویز رو با هم ببینیم، بعد برگردیم به سری سوالای مربوط به فعالیت هنری پرویز رو با او در میون خواهیم گذاشت. پرویز میدونی چیه؟ اون چشاش ما رو کشته، توی بازار دیده اون دلداره، 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 دلداره. Thank you.
گل گل خونه بودی، کنار گل پونه بودی، تا چشام چشمات افتاد عروس خونه بودی. این گل گل خونه من، عزیز دردونه من، شدی دوای درد دل دیوونه من. تو شدی هم سفرم دل برم، گل نیلوفرم، عشق اول آخرم، توی تو شدی تاج. بابا این ویدیو چیه؟ آخرین پخش کردین؟ این ویدیو رو با دیوید ویکتوری عزیز دارم میگیرم، ولی هنوز آقای شبنیز تموم نشده. و تموم بشه فقط یه شانتیونش آره، یه مقدار به حساب خیلی خلاصه و مفیدش رو بردم خدمتتون. کی حاضر میشه ان شاء الله؟ این فکر کنم آخر هفته آینده تموم میشه. برای چون آقای دیوید ویکتوری یه مقدار بیزی هستن، مقدار کارشون زیاده. کارا رو هی خرد میکنن با هم دیگه، به همین دلیل یه مقدار طول کشیده، ولی خب خدا رو شکر ویدیو قشنگی در اومده و حتما میارم خدمتتون. از اون ماشینای آنتیک و اون ماشینایی که حدود فکر کنم 400 هزار دلار قیمتش رنتش کردی، ارگل کردی راست میگی؟ بله. یه روز چقدر خرجش بود؟ این ماشین یه روز 2000 دلار خرج. نه بابا 2000 دلار دادی که یه روز فقط اون رو بیاری؟ درسته، چون ماشین آنتیک اون خیلی خیلی از اون ماشینای خوشگل قدیمی و همه چیزش حدود 2000 دلار شد. برای یه روز باید بیمه بگیری؟ بله بله، چون حرکت می‌کنی موقع یکی بزنه یه تصادفی بشه اینا باید بیمه بگیری. بیمه‌ش هم باید گرون باشه. دیگه 400 هزار دلار ماشین باید ببینی. راست میگی. اون خانمی که اونجا با همراه شما بودن ایشون رو بیمه نکردین؟ ایشون ماشین 400 هزار دلار رنت کردی به خانومه چقدر پول دادین؟ آقای شبخیز ما رو تو درد سر نمیزیم با مثل خودشون. بله ببینید اون خانومه که اونجا ایستادن ایشون مادل هن دیگه، درسته؟ بله مادل هست، مادل هن. آخه بعضی ویدیوها خب از دوستا و آشناها استفاده میکنن، بعض یا نه میرن مادل میگیرن. من فکر می‌کنم دیوید ویکتوری حتما برای تو همین ماشین رو تدارک دیده، همون مدل رو تدارک بله، دیده، چون معمولا میگم خیلی وسواسه آقای دیوید ویکتوری. خب کارش خیلی خوبه. بله حالا برجهت دیگه باید میکردیم دیگه نمیشد. 2000 دلار پول رنتش و پول اجاره اون ماشین رو داده پرویز. چقدر پول بیمه شد؟ بیمه‌ش چیز با بیمه شدش 2000. با بیمه 2000. بله. پس بیمه بله. باید خیلی گران شده باشه که. آره دیگه به خاطر همون یه مقدار. عجیبه. خود ماشین چقدر می‌ارزه؟ 400 هزار دلار ازش گرفتیم. بله. 400 هزار دلار این ماشین می‌ارزه؟ بله. دیگه یه ماشین خیلی آنتیکه. خدا شانس. این ماشینی که ما گرفتیم خود آقای دیوید ویکتوری گفتن من با این ماشین یه دونه به حساب آگهی دور یه پروموشن درست کرده بودن که این سیسیلیای ایتالیا با کلا و این مسلسل گردا هست. آها. میان یه رستوران اینجوری میبندن به رگبار میرن. آه. بعد یه آبجو رو میگیرن دستشون میخورن. یه پروموشن آمریکایی بوده درست کرده این بوده. ماشین آشنا بود یعنی تو یکی دو تا از این فیلم‌ها و ویدیوها و پروموشن ساخته شده تو، ولی فیلم‌های ایرانی فکر نمی‌کنم تو ویدیو ایرانی باشه. نبوده ویدیو نبوده فکر کنم. خدمت عرض کنم من آگهی پرویز عزیز رو در مجله جوانان میبینم اینجا و که عنوان کردن، بغلش هم عکس دوست خوبمون آقای واهیک مارکاریان رو میبینم که یکی از قهرمانان بوکس کشورمون بودن. همینجا بهش سلامی میگم، یک تجلیل از قهرمانان پیشکسوت بوکس ایران کرده بودن تو همین صفحه که آگهی پرویز هست در کنارشون دیدم. از همینجا دورا دور به واهیک عزیز سلام میگم و انشالله هر جا هست خوب باشه. بسیار عالی. پس این هفته یادتون نمیره سی دی ریلیس پارتی پرویز عزیز در کلاب آتش خواهد بود که یه موقع از شما چه پنهون، شاید این ماشینا جلوی در کلاب باشه، اگه بود تعجب نکنید، بیمش هم خودش میده در ذهن داریش نمیشه کرد. بسیار عالی دیگه. میگم دوست دارم که همه دوستان بیان اونجا ببینیم من نزدیک دوستانو، و تا الان هم تلفون ها خوب بوده. عالیه. و دی جی بهشید و شام و این چیزام اونجا هسته، اونجا میتونن اوردر بدن، میتونن اوردر بدن. رستوران خیلی به حساب کوچیک. من رفتم جای خوبیه. آره، جای آره، بعد آره. جای خوبیه. بعد هفته پیشم طوفان عزیز اونجا بود. بله برنامه طوفان شدم خیلی شلوغ بود. آره، من خودم هم اونجا بودم خیلی شلوغ شده بود و تبریک میگم از اونجا به طوفان عزیز. طوفان دوست دارم. آره، بله واقعا خیلی شب خوبی بودش. درسته. این کلاب رو کوروش سارویی دوست خوبمون، دوست عزیزمون به پا کرده با دی جی های خوب شهر بهشید و بابیکی و یک دو نفر دیگه هم به صورت مهمان میان اونجا و شنبه شب های جوان ها رو در اونجا ساختن. درسته. بسیار عالی. بسیار عالی. پس شما حتما قرار مدارهاتون رو بذارید. یک مجله دیگه هست اینجا به همت مهیار زکایی، این به همت مهدی زکایی جوانان که حدود
چهار دهه ازش میگذره. بله. البته چاپش در آمریکا شاید دو دهه و نیم بگذره، یه 20-25 سالیست داره این مجله چاپ میشه، 20 سال داره چاپ میشه. در ایران چند دهه پشت سر هم است که مجله جوانان حتی در اون زمانی که در ایران چاپ میشد به همت آقای زکایی چاپ میشه. بله. و حالا پسر خوبش مهیار زکایی یک مجله انگلیسی زبان چاپ میکنه به اسم نایلا که عمدتاً از هنرمندای ایرانی و از کامیونیتی ایرانی صحبت میکنه و هر چیزی که در ارتباط با به قول معروف اجتماع ایرانیان هست. و در همین جا یک چارت تاپ 10 داره که اینجا انداختن در کنار همه سی دی ها و همه آلبوم هایی که هستن. فکر میکنم نهمی رو اختصاص دادن به پرویز که جزو پرفروشترین های روز بوده، درسته؟ بله، اونجا زدن با سه نیو ریلیز. بله، کنار عکس آقای ابی هستش. بله بله بله، ممنونم از آقای ابی و آقای امو. بله. که این فروش خوب رو کردن. بعد نامبر وانش بوده اندی، سیتی آف انجلز، نامبر توش بوده شهیاد، نامبر تری جمشید، نامبر فور شادمیر عقیلی، نامبر فایف بنیامین. بنیامین هم یه خواننده جدید تو ایران. بله. آقا ما این روزا هر جا میریم آهنگاشو پخش میکنن، صدای قشنگی هم داره. صدای قشنگ داره. 6 بلک کتس، 7 افشین، 8 کامرون کارتیو، 9 شهرام تیام، 10 کین آرش، 11 ابی، 12 پرویز و 13 آمو. خیلی عالیه، تو چارت هستی تو. بسیار عالی. دیگه حالا خیلی ممنونم از کمپانی پارس ویدیو که پخش این آلبوم رو به اون بله آقای کعبه‌ای عزیز، و همچنین خانم کعبه‌ای، ساناز ناز عزیز که واقعا توی برنامه‌هاشون همیشه منو پروموت میکنن، همیشه آگهی‌های منو دارن و ویدیوهای منو به نمایش میذارن. واقعا ممنونشون هستم. مرسی از همینجا آقای کعبه‌ای و خانم کعبه‌ای و خانواده نازنینش. آقا پس تو از برنامه فردا شب یه فیلم بگیر. صد درصد. دفعه دیگه من ازت دعوت میکنم این سی دی ریلیز پارتی رو نشون بدیم مردم، ببینیم چیکار میکنیم. کسایی هم که دوست دارن برن و در این کلاب پرویز از نزدیک ببینن، دوستانش هستن، کسایی هستن که آلبومش رو گوش کردن و خوششون اومده، میتونن شنبه شب برن اونجا و شبی رو به خوبی و خوشی در کنار خواننده مورد علاقه شون سپری بکنن. صد درصد. زنده باشی. یا آهنگ دیگه از پرویز براتون پخش میکنیم، برمیگردیم و غزل خدافظی. بابا
فردا شب در اونجا خواهد بود یا نه؟ 100% میاد با تو همکاری میکنه؟ به به. تو دو سه تا از ویدیوهاش که از پرویز میبینید دختر گلش هم باش میرقصه. تو مصاحبه‌ای هم که با مانینا داشت دیدید که این دخترک کوچک در اون سن و سال چقدر هنرمندانه میرقصید و چقدر قشنگ. امروز هم که یارو یاور بابا و با آهنگای خوشگله. از برنامه دیگه چه خبر؟ اروپا، جلسه تو آمریکا؟ والا همین جان توی اروپا واسه سپتامبر فکر کنم برم اروپا، چون یه سری برنامه واسه هم تهیه دیدم اونجا. باری کنم احتمالاً از پوز فرهاد هستش با تطبا. بله فرهاد دیگه راستی بود بهشون تبریک بگیم به خاطر اینکه بله سارای عزیز و فرهاد عزیز یک دختر خوشگلم خدا بهشون داد، حالا جنسشون جور شده. الان دیگه یعنی مغازه جنسش جوره. داستان حل. از مغازه که صحبت میکنه پرویز، یه بیزینسمن موفقه توی دانتان لس آنجلس و ماشاءالله تو کاراش خیلی خیلی موفق و انشالله که روز به روزم موفق‌تر باشه. انشالله که آقا موفق باشی تو کارت، بسیار پشتکار داشتی، به تبریک میگم. شنبه وعده همه ما در کلاب آتش در قلب ونچورا بلوارد تو شهر تارزانا باید باشی. نه تو شهر وودلند هیلز. پس بچه معلای مان و ما چون خودمون تو وودلند هیلز هستیم میریم و برنامه خوب پرویز رو در اونجا میبینیم. تشکر زیاد میکنم ازش. انشالله که از این مراسم فیلم میگیری که ما در مصاحبه بعدی به مردم نشون بدیم. من همینجا میخوام از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. چون تو این آلبوم واقعا من یاری دادی. زنده باشی همیشه. تلویزیون شما یه میدیای بود واسه من که همه تصویر منو دیدن همه جای دنیا و واقعا خیلی خلاصه و بذار مردمی بهت بگم خیلی باحالی. زنده باشی قربونت برم. آهنگ خوشگل پرویز رو در انتهای مصاحبه میذاریم و آرزو میکنیم که فردا شب یک شب قشنگ برای شما عزیزان باشه که میرید و شاهد هنرنمایی پرویز عزیز خواهید. به امید دیدار واسه فردا شب. زنده باشی ببویم و ببوسمت
بغل کنم بگم به برو به خدا سپردمت برو به خدا سپردمت بغل کنم بگم بهت برو به خدا سپردمت برو به خدا سپردمت بخیر عزیزم موندم به انتظارت اگه هم سفر بودی با من چه خوب بود مونس و یارم بودی با من چه خوب بود اگه هر جا می رفتیم با هم دوتایی اگه نزدیکتر بودی با من چه خوب بود واسا خوب ببینمه ببویم و ببوسمه بغل کنم بگم بهت برو به خدا سپردمت برو به خدا سپردمت